لطفا از ایشان بپرسید که مگر غیر از این است که خودشان بارها در جلسات و سخنرانی هایشان فرمودند که ما باید در جریان کربلا سطحی نگاه نکنیم و با بینش و معرفت به دلایل قیام امام حسین علیه السلام توجه داشته باشیم، و آیا این اشتباه است که به جای اینکه ما متوجه مصائب کربلا باشیم خود را با اندیشه های حضرت که منجر به قیام شد آشنا کنیم؟ یه پیام دیگری هم مشابه هم پیامی که در ابتدای برنامه من عرض کردم و هفته گذشته به اینم اشاره میکنم، بعد انشاءالله صحبت شما رو خواهیم شنید. گفتم بیایید در ماه محرم زنجیر نزنیم، زنجیری را از پای گرفتاری باز کنیم، سینه نزنیم اما سینه دردمندی را از غم و آه پاک کنیم، اشکی نریزیم اما اشکی از چهره مظلومی پاک کنیم، آن وقت با افتخار بگوییم یا حسین. میشنویم نظر شما. بله، بنده با اون قسمت اول پیام، چون اینا رو من خودم هم خیلی مواجه شدم با سوالهای مختلفی که دوستان در جاهای مختلف میپرسیدن یا نقطه نظراتی که داشتن بیان میکردن، لذا خیلی شمرده شمرده بگم که هیچ سوء تفاهمی پیش نیاد. با قسمت اول اون پیام کاملا من موافقم، اون نوشته اولیه مورد نقد که امام حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود. بله، بیشتر از آب تشنه لبیک بود. من حتی میتونم این رو مبالغه هم درش بکنم، بگو اصلا تشنه آب نبود و فقط تشنه لبیک بود. خب این درش تردید نیست. همینطور امام حسین جان خودش و عزیزانش رو نه لب تشنه‌شو فدای این کرد راه باز بشه برای ما، برای ما بصیرت ایجاد بشه لبیک بگیم. لبیک هم نه به خود امام حسین، به خدا بگیم، در واقع به سوی خدا حرکت بکنیم. در این تردیدی نیست. بند نقدی که داشتم نسبت به این جمله این بود که افسوس، اون کلمه افسوس برای من قابل تأمل بود، چون اون افسوس تحلیلی رو بر روند تاریخی گریه بر مصائب ابا عبدالله حسین میگذاره. افسوس که به جای، حالا تعابیرشون یادم نیست، به جای افکارش زخمهای تنش را به ما نشاند. خب این تحلیل رو من قبول ندارم که در طول تاریخ غالبا زخمهایش را نشان داده اند نه افکارش را. این تحلیل تاریخیه، این تحلیل اجتماعیه افسوس که ما میگیم. یه وقت شما توصیه میکنید، بله، میگید روزخانهای محترم مداحان ارجمند بیش از زخمهای تن ابا عبدالله حسین افکارش را به مردم نشان بدهید. خب این سخن به جاییست. مقام معظم رهبری بارها اینو به مداها فرمودن، بله، ما روزخونها فرمودن، مداحان عزیز هم خب باید رعایت کنن، خودشون هم این حرفها رو معتقدند و انشالله رعایت میکنن. حالا واقعیت چی هست اون رو میتونیم بریم نقد کنیم، ولی با یک کلمه افسوس تعریضی نسبت به وضع اجتماعی درباره روزه داشتیم و نسبت به وضع تاریخی. در مقابل این تحلیل که من نمیتونم بپذیرم که آیا واقعا در طول تاریخ اکثرا زخمها رو نشون دادن، در مقابل این من کلمه حضرت امام رو میارم که میفرماید 1400 سال است با این روزه ها اسلام حفظ شده. معلوم میشه اون روزه هایی که اسلام رو حفظ کرده زخم ها رو محور قرار نداده، افکار رو محور قرار داده. دقت فرمودید؟ من تحلیل حضرت امام رو بپذیرم یا افسوس ایشون رو؟ و بنده خودم معتقدم که در مجالس عزاداری ابا عبدالله حسین غالبا انتقال معرفت صورت میگیره، حداقل بخش اعظمش، بخش اعظمش. و خیلی سخته که در یک مجلس روز معرفت منتقل نشه. بحث ما این باید باشه که آقا معارف رو بیشتر کنید. دقت فرمودید؟ بذارید من اینو توضیح بدم، هرچند وقت شما طبیعتاً اذن نخواهد داد. مثلا من الان به عنوان یک کسی که کمی روزه میخونم، کمی در این راه حرکت میکنم، با همه ضعفایی که دارم، اگر از بنده بپرسن شما چه توصیه‌ای برای روزه‌خون‌ها دارید، بهشون میگم که فقط معرفت دادن به ظالم و مظلوم کافی نیست، چون شما در همه روزه‌ها معرفت نسبت به ظلم، ظالم و مظلوم میدهید.
بیایید روزخانهای محترم، به ریشه های ظلم هم اشاره کنید، عمیق‌تر بشیم، به ظلم های پنهان هم اشاره کنیم. تو روزه امام حسین بگیم امام حسین اون وقتی شما رو محاصره کردن که امام حسن رو وادار به صلح کردن، اون وقتی شما رو تیر بهتون زدن، تیر به حلقوم علی اصغر شما زدن که علی ابن ابی طالب رو وادار کردن مال کشتر برگرده. بس اگر سر این باشه که معرفت رو افزایش بدیم، بله حرف نیست، مرید این سخنیم به هر زیبایی که گفته بشه. ولی اگر بحث این باشه که کلن روزه های ما معرفت ساز نیست، معرفت سوز است، آخه این چه ادعاییه؟ بعد افسوس هم سرش بخوریم. بنده جلسه قبل عرض کردم که اگر کسی روزه خوانی صرفاً به زخمها بپردازه و مردم صرفاً به خاطر زخمها گریه کنن، از شما یه سوال میکنم، آیا مردم برای هر مجروحی گریه میکنن؟ نخیر. چرا برای جراحت تن امام حسین گریه میکنن؟ چون جراحت تن امام سنگین است. پس اگر کسی برای جراحت تن امام گریه کرد، درش یه معرفت هست. و این کلی مفهوم رو در واقع شامل میشه. بله، کلی مفهوم درش هست. معرفت‌های حد اقلی که در همون روزه‌های سطحی وجود داره برای ما قیمتیه. اونو خاک نکنیم. اونو دور نریزیم. و دست کم نگیریم. بعدش شما بیاید این معرفت ها رو افزایش بدید. بله این دوست دانشجومون درست میفرمایند، بنده اصلا اگر این حرفا رو تو منبر هم نزنم حرفی دیگه برای گفتن ندارم، که آقا عمیق تر به کربلا نگاه بکنیم. اگر با این کلمه شروع نکنیم حرفی برای گفتن نداریم، چون هر دفعه سعیمون بر این است که یه مقدار عمیق تر به موضوع کربلا نگاه بکنیم. حاجی من این پیام رو هم بخونم یک بار دیگه و بعد باز هم نظر شما رو که مخفول واقع نشه، همون که بیایی در ماه محرم زنجیر نزنیم اما زنجیر از پای گرفتاری باز کنیم. در این که زنجیر از پای گرفتار باز کنیم کار خوبیه، هیچ تردیدی نیست. در این که اگه یک گرفتاری بود جلوی چشم شما و شما میتونستید کمک بکنید، کمک نکردی، رفتی نماز حتی خوندی، نمازت اشکال داره، در این هم هیچ تردیدی نیست. ولی شما این که میفرمایید که بیایید زنجیر از پا باز بکنیم، میخواید کلن جهان به جایی برسه که دیگه زنجیر به پای کسی نیفته، عشق مظلومیت به چشم کسی نیاد، میخواید کلان نگاه بکنید یا نه؟ اگر نمیخواید کلان نگاه بکنی و میخواید بگذاری استکبار جهانی ظلمشو بکنه، ما هی بریم عشق پاک کنیم، استکبار جهانی ملت‌ها رو چپاول کنه، ما هی بریم کمک بدیم به ملت‌های فقیر. اگر می‌خوایم کلان نگاه کنیم، گریه کردن بر حسین، پاک کردن امکان عشق ریختن هر مظلوم و غریبی است. یعنی زمینش رو شما پاک می‌کنید. اگر ما یه سال خوب برای امام حسین گریه کنیم، خوب معرفت به امام حسین پیدا کنیم، خوب یا حسین بگیم در همه عالم، خوب از مظلومیتش دفاع بکنیم، انشالله این کلمات رو مترادف تلقی نفرمایید. ابعاد یک عزاداری خوب رو سعی کردم بگم. اگر یک سال خوب عزاداری کنیم، امام زمان علیه السلام میاد و بعد دیگه زنجیری پای کسی نیست و آهی تو دل کسی نیست. درست شد؟ بله. پس اگر من رفتم برای امام حسین عشق ریختم، عزاداری امام حسین رونق دادم، در یک فرآیند بزرگتری به صورت کلان ریشه مظلومیت و ریشه ظلم تو جامعه از بین بردم. اینجوری نگاه کنید. بسیار خوب. و بعد یه نکته هم من عرض بکنم و اون هم این که یا ما قبول داریم که این عزاداری ها و فکر و فرهنگ امام حسین علیه السلام منشأ برکات بوده است یا نه. اگر بوده که واقعا این صرف زخم نبوده، پس این افکار امام حسین بوده که منشأ این برکات شده. بخونم چون برخی از پیام ها رو دوستان می‌وندن. اونجا وقت نداریم. می‌خواد فقط بخواد بخونید این که راجعش توضیح بدید. این سخن مال مثلا کسی بوده اسمشون رو بردن، حدود 40 سال پیش گفته شده و اون زمان بیشتر عزاداری ها زخمشون میدادن. کلام حضرت امام رو هم در پاسخ این کلام هم آوردن که همون وقت حضرت امام فرمودن همون حد اقل معارفی که در عزاداری ها بوده بسیار مفید بوده، ثمرش این انقدر